یکی از بدترین اتفاقات زندگی من این بود که چنل یوتیوبم ساسپند شد. هی گایز، چطورید؟ من رنگسم، خوش اومد به یه ویدیو جدید از من. من اومدم اینجا تا تجربه شخصیمو بهتون راجع به ساسپند شدن چنل یوتیوبم بهتون بگم که اگر روزی دور از جون همچین مشکلی برای شما پیش اومد چجوری بتونید حلش بکنید. بچه من واسه این چنل یوتیوبم خودتون میدونید تقریبا یک سال به صورت جدی، البته تقریبا اولین ویدیویی که آپلود کردم از 4-5 سال پیشه، ولی به صورت جدی و مداوم یک سال شبانه روز من رو چنلم کار کردم، کانتنت ساختم و تا بتونم روزی برسونمش به مانیتیزیشن و بتونم از چنل رو یوتیوبم درآمد داشته باشم. و همینطور شد، من بعد از یک سال حالا تلاش کردن تونستم چنلمو مانیتایز بکنم. و برای نقد کردن درآمدم دو تا راه داشتم، یکی این که چنلمو بسپارم به شرکت‌های واسطه یا همون MCN تا بتونم درآمدمو نقد بکنم. راه دومش این بود که به واسطه کسی که کشور دیگه زندگی میکنه بتونم با مدارک هویتی اون شخص یه گوگل ادسنس بسازم و درآمدمو خودم نقد بکنم. و من راه دومو انتخاب کردم چون اینجوری خیلی خیالم راحت تر بود و حس بهتری داشتم و به واسطه کسی که کشور خارج دارم تونستم یه گوگل ادسنس بسازم و مدارک هویتیشو تو اون گوگل ادسنس آپلود کردم. و بعد از چند وقت یه ایمیلی برای من اومد که مدارک هویتیتون تایید شد. چند من شروع به درآمدزایی کرد و من واقعا اون روزا یکی از بهترین روزای زندگیم بود. هر روز خواب پا میشدم هی یوتیوب استودیو رو رفرش میکردم تا ببینم درآمدم چقدر شده. واقعا کار هر روز من شده بود این رفرش کردن یوتیوب استودیو. تقریبا این پروسه 2 هفته زمان بود و من 2 هفته چنل یوتیوبم درآمد داشتم. اما یهو بعدش بوم، همین که تو یوتیوب استودیوم داشتم میچرخیدم تو قسمت داشبوردش یهو یه اخطاری دیدم که نوشته بود چنل یوتیوب شما ساسپند شده. و من واقعا اونجا اصلا نمیدونستم ساسپند یعنی چی، واقعا به چه دلیل، من که همه راهو درست رفتم. و بعدش سریع رفتم قسمت ارن یوتیوب استودیوم، دیدم اونجا هم یه ارور داده و نوشته که چنل یوتیوبم ساسپند شده و نوشته بود به چند دلیل میتونه این اتفاق افتاده باشه. یکی به خاطر اینکه شما یکی از کشورهای شده اید و یکی دیگه هم به خاطر این ولید ترافیک. و من با پیگیری های زیادی که کردم که چجوری میتونم این مشکل رو حل بکنم، تو اون ایمیلی که برای من اومده بود و نوشته بود که یا شما یه کشور یا به خاطر این ولید ترافیک، روی اون کشورهای شده وقتی کلیک میکردم یه صفحه‌ای برای من باز میشد که یه بخشش یه گزینه کانتکت فرم داشت. کانتکت فرم یه فرمیه که از من یه سری مدارک هویتی جدید میخواست. توی این فرم یه مدرک هویتی میخواست که 3 تا موضوع توش داشته باشه، یکی این که اسم فامیلی قید شده باشه و اسم همون اسم فامیلی که قبلا توی گوگل ادسنس هم آپلود کرده بودم، اون اسم فامیلی از من تو اون مدرک هویتی میخواست، آدرس رو میخواست و از همه مهمتر این که میخواست اون مدرک هویتی به روز باشه و واسه 3 روز گذشته باشه، مثلا قبض آب میتونه باشه، گردش حساب بانکی میتونه باشه یا قبض برق میتونه باشه، از این قبیل چیزها. و من بعد از پر کردن این فرم و آپلود کردن اون مدرک هویتیم که من خودم به شخص گردش حساب بانکی اون شخص رو آپلود کردم، اما این دفعه دیگه خودم آپلود نکردم به خاطر اینکه دوباره میتونست این ولید ترافیک رو تشخیص بده و گفتم به همون آشنایی که حالا کشور دیگه ای دارم اون برای من این کارو انجام داد. و بعد از آپلود کردن مدرک هویتی جدید چنل یوتیوب من دوباره به مانیتیزیشن برگشت و میتونم از چنل یوتیوبم دوباره درآمد داشته باشم. حالا به چه دلیلی اتفاق افتاد؟ من گوگل ادسنسمو خودم از توی اما با هویت کس دیگه ای ساختم و فکر میکنم به این دلیل این موضوع رو تشخیص داد که من از توی این کار انجام دادم و اشتباهی که اینجا کردم خودم توی گوگل ادسنس رفتم. پیگیری که کردم 2 حالت داره، یکی این که این کار رو خود اون شخص باید انجام بده و گوگل ادسنس رو بسازه و شما از توی
نباید اصلا وارد گوگل ادسنستون بشین مگر اینکه با وی پی اس باشه. و من این موضوع رو نمیدونستم و خودم همه کارش رو انجام دادم تا به این مشکل برخوردم. و به شما میگم اگر به این مرحله رسیدید خودتون وارد گوگل ادسنستون نشید و یا وی پی اس بخرید وارد گوگل ادس وی پی اس اون کشوری که حالا مدرک هویتیشو آپلود کردید، یا اینکه بدید همه کارش رو اونور انجام بدن. و البته این موضوع برای هر کسی متفاوته. فکر میکنم برای من دلیلش این میتونسته باشه و شاید برای شما یه وقت دور از اون چنلتون ساسپند بشه به یه دلیل دیگه ای ساسپند بکنه و یه اشتباه دیگه ای مرتکب شده باشید. چون تو قسمت حالا گوگل ارن هم که چند تا دلیل نمیشه به این دلایل ممکنه چنلتون ساسپند شده، یکی درش این بود که حالا معنیش این میشه که شما خیلی رو ویدیوتون کلیک کردید که بتونید درآمدتون ببرید بالا، میتونه یک دلیلش هم این باشه و دلایل حالا دیگه ای هم داره. به طور کلی راجب یوتیوب و ادسنس و نقد کردن درآمد اگر سوالی داشتید تو کامنت برام بنویسید، تا جایی که بتونم من کمکتون میکنم. به خصوص راجب همین ساسپنس شدن چنل یوتیوب، چون یه بار من این پرسه رو تیکم و چند نفر پرسو جو کردم، به عینه دیدم که چند تا چنل به خاطر همین مشکلی که براشون پیش اومده بود یوتیوب چنلشون رو به کلی بم کرد، دیگه نتونستن اون چنل درآمد داشته باشن. و من حالا با پرسوجو و تحقیقی که کردم تونستم این مشکل رو حل بکنم و دوست دارم اگر شما هم سوالی داشتید بپرسید و من کمکتون بکنم تو این زمینه. خلاصه بچه ها مرسی تا اینجای ویدیو با من بودید. گفتم حالا من تجربه شخصیمو بهتون بگم که اگر یه وقت دچار یه همچین مشکلی شدید، من خودم به شخصه اینطوری حلش کردم و امیدوارم هیچ وقت مشکل براتون پیش نیاد، چون واقعا اتفاق تلخی بود و من واقعا ترسیدم، چون فکر کنم چنلی که سالها زحمت کشیدم واسهش یهو داشت میپرید، اصلا واقعا داشت میپرید و تونستم چنلمو برگردونم. مرسی از حمایتایی که میکنید، من واقعا با شما تونستم چنلمو مایتایز بکنم. اگه شما نبودید که چنلم مایتایز نمیشد. و اگر با این ویدیو حال کردید، اگه براتون مفید بود، یادتون نره لایکش کنید، چنلم یادتون نره سابسکرایب کنید، چون واقعا من واسه چنلم خیلی زحمت میکشم و کلی ویدیو خفن دارم. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.